ورزشگاه اتحاد شهر منچستر آماده است تا جشن چهارمین قهرمانی پیاپی رو بگیرن. چهارمین قهرمانی پیاپی اتفاق تاریخیه که حتی منچستر یونایتد همشهری سیتی در اوج دوران خودش با الکس فرگوسن بهش نرسید. لیورپول با یان راش، آرسن ونگر و آرسنال هیچ کدوم نتونستن در تاریخ چهار قهرمانی پیاپی رو تجربه کنن، اما پپ گواردیولا و سیتی در آستانه ثبت این اتفاق تاریخی در ورزشگاه اتحاد هستن. بازی که همونجوری گفتی از ساعت 6:30 به وقت تهران و 4 به وقت محلی آغاز میشه. اما از صبح که ما به اینجا رسیدیم تقریبا هیچ کسی از اهالی شهر منچستر در قهرمانی سیتی شکی نداشته. از پپ گواردیولا که دیروز در مصاحبه مطبوعاتی خودش گفت که امیدوارن در 10 دقیقه اول 3 گل به وست هم بزنن، تا هوادارهای سیتی که میبینید بعضیشون پشت سر من میرن باهاشون صحبت میکردیم، همه مطمئنن که امروز میبرن، پرگل هم میبرن. به سایت های شرط بندی هم که مراجعه کنید میبینید که ضریب برد سیتی چقدر بالاست. آمار هم همین رو میگه، در 20 تقابل اخیر لیگ برتری دو تیم 16 بار سیتی مقابل وسام برنده شده و وسام هرگز پیروز نبوده، فقط 4 بار مساوی شدن. به بازی‌های اخیر دو تیم هم که نگاه می‌کنیم، سیتی در 5 بازی گذشته خودش 17 گل وارد دروازه حریفان کرده، فقط یک بار دروازه‌اش باز شده. وسام اگرچه که در بازی‌های اخیر خودش مثلا تساوی 2-2 برابر لیورپول رو داشته، اما در بازی‌های خارج از خونه ناامیدکننده ظاهر شده. 5 گل از چلسی خوردن، 5 گل هم از کریستال پالاس خوردن و این نشون میده که امروز در یه بازی خارج از خونه شاید توان مقابله با سیتی رو نداشته باشن. سیتی که قوی ترین خط حمله لیگ برتر 93 گل در بازی گذشته به ثمر رسونده و بد نیست که بدونید وست هم از اون طرف یکی از ضعیف‌ترین خط دفاعهای لیگ برتره که اگر سه تیم پایین جدول یعنی شفیلد یونایتد، لوتون و برنلی رو در نظر نگیریم که یه جورایی میشه گفت دیگه اینا لیگ برتری هم حساب نمیشن، از بقیه تیم‌ها همشون بیشتر گل خورده. وست هم 71 گل خورده، حتی از کریستال پالاسی که در رده 17 جدول ایستاده بیشتر گل خورده وست هم. اما سیتی اینجا آخرین بار 12 فروردین بود که امتیاز از دست داد، هرگز شکست نخورده در این فصل در ورزشگاه امارات در لیگ برتر، ولی آخرین بار آرسنال 12 فروردین اینجا اونا رو متوقف کرد. لیست بقیه تیمایی که تونستن چلسی رو اینجا متوقف کنن که مرور میکنیم همه تیمای بزرگین، آرسنال، چلسی، تاتنهام و لیورپول، و البته یه تیم از بین تیمایی که متوقفشون کرده یکم امیدواری رو برای آرسنال ایجاد میکنن که کریستال پالاس بوده، تیم مطرحی نبوده ولی تونسته که سیتی رو اینجا متوقف کنه. از بین این تیمایی که گفتم 4 تاشون هم لندنی ان غیر از لیورپول، بنابراین وستهم هم که تیم لندنیه شاید این امیدواری هنوز برای هواداره آرسنال باشه که بتونه به عنوان تیم لندنی اینجا سیتی رو متوقف کنه تا شهر منچستر برای 30 بار در تاریخ که 20 بار یونایتد قهرمان شده، اگر هم سیتی قهرمان بشه میشه 10 بار، نتونن که 30 جشن تاریخ شهر منچستر رو در قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلستان داشته باشن و لندنی ها برای 22 بار قهرمان بشن. به هر حال یادمون نره که غیر از این ورزشگاه امروز در ورزشگاه امارات هم یک جام وجود داره که هواداری آرسنال خیلی امیدوارن که سیتی اینجا متوقف بشه تا با پیروزی برابر اورتون جشن قهرمانی رو اونها بگیرن. آیدین مقیمی مرسی از توضیحات کاملت.